سلام. سلام. ببخشید بعد موقع مزاحم شدم، ولی فکر کردم همین الان حتما باید باهاتون حرف بزنم. چیزی شده؟ خواهش میکنم بفرمایید. نه، من فقط میخوام ببینم مشکل پدر شما با من و خانواده‌ام چیه. بابای من؟ مگه اصلا شما امروز بابای من حرف زدین؟ بله، من و پدرم امروز رفتیم شرکت پدر شما تا پدرم اطلاعاتی که از این کلاهبردار به دست آورده رو به پدرتون بگه. پدرتون نه تنها خوشحال نشد، بلکه هرچی از دهنش در میومد به من و پدرم گفت. پدرمونو در آورد. بابای من به شما بد و بیرا گفت؟ نه خیر، من به ایشون بد و بیرا گفتم. خب معلومه دیگه، یه چیزایی گفت سنگ میشنید آب میشد. چی گفت؟ نه اصلا نمیتونم بگم، خیلی زشته. تو رو خدا بگین آقای فرزش چی گفت؟ هیچی، برگشته به من میگه من دخترم به کسی میدم که کسب باشه، حداقل یه خونه، یه ویلا، یه ماشین، حساب بانکی پروپیمون داشته باشه. هر کی ندونه فکر کنه راجب کی داره حرف میزنه. چی؟ یه چی، بابا ببخشید من اعصابم خرابه، نمیدونم چی میگم. غیر ممکنه، من که اصلا باورم نمیشه. بابای من اصلا آدمی نیست که این حرفا رو بزنه. حالا که زده، البته ممکنه به خاطر دعوایی که با داییتون کرده این حرفا رو زده باشه. بابا دایونس هم دعوا کرد؟ بدتر بابا، بدتر از دعوای چیز نافرمی بود. اولش یه مدت زیادی چش تو چش داشتن به هم نگاه میکردن، ما نبودیم یک شو میزد اون یکی رو ناکار میکرد. وای چقدر بد. حالا میشه جواب سوال منو بدین؟ مگه شما سوال پرسیدین؟ نپرسیدم. نه، میخوام ببینم واقعا مادیات واسه شما مهمه؟ این چه سوالیه که میپرسین؟ معلومه که مهمه. این چیزه، حالا من با بابا صحبت میکنم ببینم چرا به شما بعد و بیرایی نگفته. خب من حالا با بابا صحبت میکنم، بعد خبرشو بهتون میدم دیگه. خیلی خب، حالا زودم بهتون بر میخوره. خداحافظ. سلامت. با این اخلاقش خونه و ماشینم میخواد. میخرم برات. ماشین میخواد، میخرم برات. وای گن زدم. دو فصل میپاشم و خدا وجیب من نوعیم. دو فصل بابا یه دقیقه به من فکر چه غلطی میکنم. و خدا وجیب من نوعیم. سعدی دلائی دلائی سعدی بس دیگه نخو. میخوام یه زنگی به دانیال بزنم. خب زنگ تو بزن، چیکار به خوندن من داره؟ خیلی خب سب کن. تو بودی؟ چی؟ یه صدایی اومد. کدوم صدا؟ خیالات ورد داشته. به جون خودم. سلام دانیال. الو سلام بابا. ببینم رسید خونه یا نه؟ بله من خونم. ببینم چرا اینقدر یواش حرف میزنی؟ چی شده؟ بالا سر مامانم، مامان حالش بده، گفتم بلند صحبت نکنم بیدار نشه. موقع حالش خوبه؟ حالش خرابه بابا، یه قرص اعصاب و قرص خواب اینا میخوره، بلند میشه میخوره. شما کجایی؟ ببین من دارم میرم الان خونه پیش یکی از رفقای قدیمی، ببینم میتونم ازش یه پولی قرض بگیرم یا نه. خب کم دروغ بگو آخه. شنیدی؟ باز یه صدایی اومد به جون تو. بابا کله پاچه رو خوردی؟ آها آره، خیلی باحال بود. ببین برای تو هم نگه داشتم، اومدی شرکت کله پاچه رو برمیداری ببری خونه با مامان جنا میخوری. دست شما در نکنه بابا. خب مامان فکر کنم دیگه اشاره میکنم که قطع کن، اعصابش خورد شده. فقط از طرف من به مامانت بگو به زودی میام براش جبران میکنم. باشه خودم. دو فز دیخوشم میگم اردشی دیگه خوشحال باشی، یه همه چی تمومه، همه چی ها به جون تو، دیگه تو یه قدمی پولا هستیم، تو بچه مونه. دو فز دیخوشم و خدا بچیم و نوعیم. دو فز دیخوشم. یه چیز دیگه بخون. چش دو فز دیخوشم و خدا بچیم و نوعیم. یه چیز دیگه هم؟ اون قصد بخندید. این چرا همچین شد؟
صدر، این همون صدایی بود که تو ماشین میشنیدی تو جاده افتاده. دیدی؟ ببین چقدر گوشم تیزه، هی بهت میگفتم سر صدا میده گوش نکردی. حالا یه وقت نبرنشا، فوتوی گیرمون میده ها. اینو ببرن، این که لگنه، میخرم واسش، دوتاش هم میخرم واسش. میگم این پیرمرده ازش خبری نیست فضوله. یه بار کلید داری؟ یه بار تو آره. سگ، سگ، اینجا سگ داره. کوسگ. کوسگ. کجاست؟ ترسو. یارین، سگ رو من فروختم. فروختیش؟ آره. مگه این خونه صاحب نداره؟ چرا؟ صاحبش الان جلوت واسه میشه. کیه؟ کجاست؟ میخوام ببینمش. برو اون برای جون من. تو؟ آره. ببین صدری، من اینجا رو 3-4 ماه پیش قولنامه ای از مهندس جلیلی خریدم. سندم نزدم. واسه اینکه نمیخواستم کسی از وجود اینجا بویی ببره. چطوره؟ منو خرو باش. تو دیگه کی هستی؟ من تازه میخواستم ازت بپرسم تو با چه جرأتی پول خاک کردی تو خونه مردم. وایسا ببینم تو چرا چیزی به من نگفتی؟ ها؟ برای اینکه نازی نمیخواستم بیای سراغ پولا. اردشی به موقعش کبابت میخونم. حالا ببین. وای چی این در وا کنه آخه؟ کمک! کمک! آقا بسر بیا بیا اینجا. نا سلام، چطوری؟ سلام، مرسی. اصلا دانیال خوبی؟ اصلا یزدان. خسته نباشی. ببین این شاسیه رو میبینی؟ اینو فشار میدین در باز من دارم؟ نه متاسفم. نمیتونی باز کنی؟ نه نمیتونم. ببینی چی آخه، من اینجا دارم خفه میشم، هوا نیست. خب چی رفتی اون تو؟ من نرفتم تو، بابام منو کرده این تو. چیکار کرده بودی؟ مربوط بزرگتر میشه، چیزی نیست. ببینم تو خونه تو اینجاست؟ تو کوچه پایین تره. ببینم اینجا اسمش چیه محله؟ لواسون. اینجا لواسونه؟ آره. کوچه اسمش چیه؟ لواسون. نه محله رو نمیام، این کوچه اسمش چیه؟ لواسون. ببین داری با من شوخی میکنی یا بیام بیرون میزنم سیاه و کبودت میکنم ها. باش اینجا دی موجه هست. کجا؟ اینجا. بله بفرمایید. الو مامان. مامان سلام، منم دانیال. توی دانیال؟ کجای مادر؟ چی شد دایید؟ بابا دایونس رو ول کن، من لواسونم. تو لواسون چه غلطی میکنی؟ من کاری نمیکنم، منو آوردن اینجا مامان. من تو ماشین فتوحی اومدم تو صندوق. تو صندوق ذلیل نشی، تو اینقدر دروغ میگی. بلند شو بیا خونه، بلند شو بیا، وگرنه با پس گردنی میارم تو. مادر من شما بیا منو ببر، با چک و لغت ببر. باور کن من تو صندوق ماشین فتوحی گیر کردم، صندوق عقب. آخه تو صندوق تو چه غلطی میکردی ها؟ ماما راستش اینه که من میخواستم بابا اینا رو تعقیب کنم، ببینم اینا یه کاسه زیر نیم کاسه شون هست. به خاطر این اومدم تو ماشین ببینم اینا کجا میرن. خجالت بکش، خجالت بکش، کارو زندگی رو ول کرده افتاده دنبال باباش. مامان بابا چرا باور نمیکنی حرفمو؟ بذار یه چیزی بهت بگم، کف والا میاری. ببین این داستان ورشکستگی و نمیدونم دربدری و پولمون رو بردن و اینا همش کشکا، همه اینا زیر سر خود باباست. جدی میگم. دردتو گاز بگیر، خاک بر سر من با این بچه تربیت کردنم. همینم مونده بود تو تهمت دزدی به بابات بزنی. ولی ما ولی بی ولی نبینم از اینجور حرفا پشت سر بابات بزنی یا ذلیل شده. جونم ماما. الو دانیال، ببینم تو گفتی تو کجایی؟ لواسون، ولی نمیدونم کجاشم مامان. ببین چی دارم بهت میگم، اگر مسخره بازی در آورده باشی، تهمت بیجا به بابات زده باشی، من میدونم با تو. هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. نه به جون ماما، من دارم راستشو میگم. باور کن بابا و فتوحی و عمو صدری همشون دستشون توی کاسه است. پولای تمام 7-8 میلیارد سهامدارا رو بالا کشیدن، میخوان ماپولی کنن. به جون ماما. صبر کن، صبر کن، گیج شدم من نمیفهمم تو چی میگی. یواش بگو، واضح بگو، من بفهمم چیه، قضیه چیه. آها ببین، این فتوحی خب قبلا بابا اینا شکایت کرد، وقتی فهمید که بابا اینا پول دستشونه دیدی که الان باهاشون خوب شده. خب که خودش هم باهاش شریک شده. بابا به جون سارا، سارا رو کفن کنن، دروغ نمیگم. آها بیا آقا صدری، رسیدیم. بکن. به 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 به، او پول میاد. او چی میاد؟ هر کی بوده آدم بیشوری بوده. هل جای پول ببین. یک دو سه چهار پنج شیش
این درخت هم نشونشه. صدری این دایره رو میبینی؟ آه آه بیا بزن اینجا. همینجاست؟ همینجاست. دمت گرم دست مریضات هر بشین. بابا این تو که چیزی نیستش. امکان نداره نباشه. بازم بکن. آقا مگه قراره به آب برسیم؟ میگم هیچی توش نیست. میگه بکن. اصلا اینجا این زمین 2 میلیون سالی که اصلا دست نخورده. سفته. باره کنار ببینم. باره کنار. زدی سقت سیاه. پول نیست. یکی اومده ورش داشته برده. یعنی چی ورداشه؟ چرا مزخرف میگی؟ مزخرف نمیگم بابا. یکی قبل از ما اومده سراغ این پولا. ببینم تو مطمئن هستی همینجا چالش کرده بودی؟ آره بابا من مطمئنم. بیچاره شدیم صدری، بیچاره شدیم. تمام تلاشمون به باد رفت. همینجا بودا. هردشی جون هر کسی دوست داری با من شوخی نکن. من جان بچه ندارم. بابا شوخی ناجور باید میکنم ولی بد بچه. بابا من دارم بهت میگم برداشته برده. یه پاپاسی هم برای ما نذاشته. تو چی داری میگی؟ من میگم تو یه جا چال کردی حواست نیست. نه همینجاست. اینا همینجاست. من پیداش میکنم. برو کنار ببین. من اینو پیدا میکنم. من هزار تا بدبختی کشیدم. هزار تا دردم بدری کشیدم. مگه میذارم سرم کلا بره؟ سرم کلا من پولمو میخوام. من اصلا به این کاری ندارم. من سهممو میخوام. هردشی من یه همه بدبختی کشیدم. پولم کو؟ اگه ندی من از قلقلت میکشم بیرون. ببین انقدر خودت زحمت نده. ببین من میخواستم گوش کن گریه نکن. من میخواستم سر به سرت بذارم که بفهمم اگه یه همچین اتفاقی برای تو بیفته چه حالی به دست میده. که الان داد کیف کردم نگاه کردم. مرض داری تو؟ دیوانه شدی؟ میشود چه دلم همینجی قره ریخ. برو بابا. مرض داری؟ الان وقت شوخیه. آره آقا من داشتم سکته میکردم دلم قره ریخ. نیششم باز میکنه مردشو ببرد. کجا رو باید بکنم؟ بیا اینو بگیر برو پشت سنگا. راست میگی؟ آره راست میگم. برو واسه تو بگیم ماس بگیر. بعدم اومد از دردشی. برو کنار وگر با این کلک میزنم تو نافتا. آره ببین سعدی اینجا که بهت بگم. ببین کجا؟ تو اینجا رو بکن. آه سطری سطری آفاقه. ببین ببین یه جور وانمود کن یعنی بازی کن تو شرکتی داری برای سامدارا با حرف میزنی. بلند بلند. الو بخانم آفاق سلام علیکم. حالا چطوره؟ ببین اینجا خیلی شلوغه. صدات به صدا به صدا نمیرسه. بلندتر صحبت کن. آره آره کجایی تو هردشی؟ خب معلومه من الان تو شرکتم. ببین این سامدارا اومدن اینجا شلوغش کردن. یکی که اصلا چکشو نمیخواد بفروشه میخواد ما رو بندازه زندان. آره باشه. ببین آفاق چطور شد حالا به من زنگ زدی؟ من فکر کردم بعد از اون اتفاق دیگه چشم دیدن منو نداری. اون که حدس درسته که من هنوزم از دست تو دلگیرم. اما ما مشکلمون رو باید تو خونه حل کنیم نه با قهر و دعوا. بلند شو بیا مثل دوتا آدم باشور امشب بشینیم مشکلمون رو حل کنیم. باشه بذار تکلیفم تو این شرکت روشن بشه با این سامدارا. بعد با یه شاخ گل میام پیشتو. گلبون نخری و تو این بیپولی من گل نمیخوام. یخچالم خالی یکم مرغ و گوشت بگیر بیار. اونم به چرت. هر جور شده یه پول جور میکنم امشب شام بخوام ببرم بیرون. خداحافظ خداحافظ. هردشی پولا ببینم همینه. هرسی کاری اینجاست. چی هره دست نزن. تو
خوشبختی. چش 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 فقط یه راه شد خوشبختیش برم دیدی اردشی بالاخره به آرزومون رسیدی. آقای فتوری زحمت ما افتاد گردنش. خواهش می‌کنم آقا خسته نباشی. شاید یه جبران می‌کنیم برات. من می‌ذارم یه لحظه جواب تلفن رو بزنم. الو. الو. سلام آقا. ببخشید می‌خواستم با اردشیر خان صحبت بکنم. شما؟ همسرشون هستم. سلام خانم شمشیری. فتویی هستم شناختین؟ بله متاسفانه. حال گوشی میدین بهشون؟ نه خیر نمیشه. آقای شمشیری شرکت نیستن. نیست؟ خب از کجاست؟ با آقای صدری رفتن بیرون. شما یه پیغامی چیز دارین بفهمین من بهشون میگم. نه نه پیغام خاصی که ندارم، فقط حالش خوب نبود، زنگ زدم حالشو بپرسم، نگرانش شدم. اگر اومد زحمت بکشین بگین من زنگ زدم. چشم حتما. خداحافظ. خیلی ممنون. سلام. بفهمم مامان خانم 5 تومن شد همین. لطفاً از نوبتم خودت برو خرید، آبروم میره. چیزی شده؟ بگی یه زنگ بزن به آژانس بگو یه ماشین بفرستن. خواهم برم دنبال دانیا. چیزی شده؟ کاری کرده دانیا؟ نپرس، زیاد سوال میکنی. فقط زنگ بزن بزن ماشین بیا. خب اگه گفت کجا میری بگم کجا؟ یه دو قدم تا قبرستون. نه نه بده من بزن خودم زنگ بزنم به داداشم. روت میشه به دایره نورس نگاه کنی؟ دیگه نیم نگاه رو که صبح کردم الان تمام نگاه میکنم دیگه، چیکار کنم؟ چی شده بگو دانیا چی شد؟ الو ماما. سلام منم آفا. ببین داداش خونه است؟ بیادر مگه 118 زنگ میزنین؟ یه حال یه احواله. ببخشید خوبی؟ قبراقی؟ دیشب شوهرت اومد آب رز را انداخته، ما دیگه حال احوال نداریم. دیگه شرمنده ام دیگه بادر من، دیگه چیکار بکنم دیگه؟ حالا گوشی رو میدی بهش؟ شما جیب ما را نزن، شرمندگی پیش کشید. یونسم بو میداد دست پاش رفت. اما وای الان چه وقت همون رفتنه آخه؟ حالا من چه خاکی به سرم بریزم؟ چرا؟ مگه چی شده؟ بچه‌م مادر من، بچه‌م دانیال. دانیال چی شده؟ نپرس ببین، فقط به یونس بگو آب دستت بذار زمین، من به کمکش نیاز دارم. زود بیادا. وایسا لیرکس تر، الان یونس میفرستم میاد. دلم گره یونس صابون دستت بذار زمین بیا. ای بابا چرا اینجوری در میزنی؟ خب آخه خواهرت هم الان زنگ زده گفته بیا اونجا. چرا مگه چی شده؟ نمیدونم چی شده، هر چی شده بد شده. والا نمیدونم، دانیان بلا به سرش آوردن یا دانیان بلا به سر خودش آورده، نمیدونم. خیلی به هم ریخته بود؟ آره خیلی، داشت صداش میلرزه. خیلی خوب بذار من سرم خوش کنم. اومدم کجایی تو؟ چرا تب تلفن نمیدی؟ الو لادن خوبی؟ لادن ببین من توی موقعیتی گیر کردم، نمیدونم باید چیکار کنم. میدونم. میدونی؟ از کجا میدونی؟ از اونجایی که این چهار روز منم درگیر همین مشکلات بودم. ولی خدا بشه که همه چیزی که تمام شد میریم سر خون زندگیمون. یعنی چی؟ هیچ، یعنی اگه همه چی خوب پیش بره دیگه از طلاق خبری نیست. من و تو میریم زندگی مشترکمون رو شروع میکنیم. چه جوری؟ هیچ، آخه میدونی داستان چیه؟ اون روزی که اومدی خونه ما، بابات گفت اون پولا رو قرض گرفته. بابام خیالش راحت شد که شما کلاهبردار نیستین اصلا. فکرش اون جمله آخر نمیگفت. کدوم حرف؟ همونی که گفت قضیه مهریه دیگه، گفت تا قرون آخرشو بعد بدم و این حرفا. خیلی بد گفت، به بابام برخورد. ایول خیلی خوب، حالا ما بعد چیکار کنیم؟ بعد بیا دل بابا در بیاریم؟ هیچ، تو با وردش یه دقیقه یه توکه پا میایم بالا، از بابام عذرخواهی ساده میکنی، همه چی تموم میشه. باشه هر چی شما بگی، دست شما درد نکنه. دی راستی دنیا رفتم عکسارو گرفتم، اینقدر قشنگ شده. بعدم فکر کردم که دیگه چه کاری بخوایم دوباره عروسی بگیریم. ما هم عکسا بود که داریم دیگه، بچه‌مون هم می‌بینه. به بابا سلام برسون. وا چرا اینجوری بود؟ خدایا صندلی
صدا آقا که بهتره. راست میگی. راست میگی. سر. بازه. بابا تیراندازه. بازه دیگه. این که باز نمیشه که بابا. بابا باز میشه. بیا این بر. باز میشه این. اینجوری کن. هیچ سویی که بنداز. بابا این باز میشه. ای به خوش بیشانس. نجود بلش کن بلش کن بلش کن بده رو همین صندلی بریم بابا بدو این ماشین فوتویی هم این خودش ایراد داره اینو بابا اینی که دارم نگاه میکنم در داریم از در نگاه کن نمیشه بابا جان نمیشه بی صاحب قدم نمیرسه مامان نمیخوای بگی چی شده من دارم دق میکنم از نگرانی میگم الان میگم صبر کن سلام 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 مادر جان خوبی این اینجا چیکار میکنی هیچ موضوع خانوادگی نمیخوام خودتو نگران کنی خب مامان عروس هم مثل دختر خانواده است دیگه البته دختر کجا عروس کجا تو که در درون خانواده ما نیستی ای سارا چی میگی دیشب تلا بند خدا دنو خانواده شده دیگه راستی ماما دانیال زنگ زد بهش گفتم چی شده داشت از خوشحالی بال در می آورد حرف زدی با؟ آره حرف زدم گفت کجاست؟ نه یعنی من چیزی ازش نپرسیدم فقط مثل که توی موقعیت بدی بود چه موقعیتی؟ اون موقعیت که من بودم میگه ناراحتی، دلهوره، استراب، ترس، یأس، غمزدگی، دلزدگی، افسردگی، گوشالش یه نفس بکش بذار نکه روده بیاد بالا نترکیدی؟ اومدن ادایی سلام، سلام سلام چی شد؟ لای من قربونت برم مادر من واسه چی اومدی با این حاله؟ چرا نیام؟ نوامه نگرانش هستم دلم شور میزنه تازه فوتبال میسی را ویل کردم اومدم یک گولم زدن زیر تاخت جیگرم حال اومد خوشحال شدم اومدم آره بخون نگاه میگه آموزشی نگاه کنه دادش چرا آوردی؟ چیکار کنه مادر بزرگه نگران نبچه حالا چی شد؟ تصادف کردنی؟ خدا نکنه بابا جان چی شده؟ اون شوهر تو از من میپرسه چی شده؟ میذاریم من حرف بزنم؟ هیچی برای دانیال یه گرفتاری کوچیک پیش اومده. جیبی کسی را زده گرفتنه. کی جیب زده که بار دومش باشه ماما؟ آخه مامان چی شده؟ چی شده؟ من مردم. هیچی عزیز من ده روشن کن بریم دیگه داداش. کجا باید بریم؟ لواسون. دانیال لواسون چی کار میکنه؟ رفته خوش گذرانه به تو چه؟ چه علاقه داره انگه غیر مجاز بزنه به بچه‌ی من. غیر مجاز یعنی چی خب رفته خوش گذرانه دیگه. راست میگه دیگه قهر من. من دیدم مثل دیوونا بلند میشن میرن ضبط رو بلند میکنن کلاهشون اینجوری میکنن دوب 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 میزنن تماشا میکنن دوب دوب ول بکن بریم دیر شد بباسی منم بیام نه 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 هیچ کس هیچ جا نمیاد فقط سارا یونس من مامان بریم خب خدافظ هیچ کس و هیچ جا مامان منظورتون فقط من بودم دیگه خودت گفتی الان دچار یأس و دلهره و غم و اندوه و نگرانی میشی دیگه نفس خودم بالا نمیاد بگم در اون خانواده ای مادر اطلاع میدم بهت دیگه نگران نباش برو من خبر بدیم پس الو ماما مامان کجایی شما؟ ما اول جاده لواسون تو کجایی؟ ما هم تو جاده لواسونیم 10 کیلومتری لواسون ولی برگشت رو به تهران یعنی باشه آها ببین یه تابلو دیدم نوشته بود لواسون 10 کیلومتر یعنی از این ور به اون ور و نه از اون ور به این ور گرفتی چی شد؟ دانیال درست حسابی نگاه بکن ببین یه علامتی نشونی میبینی به من بگی؟ بابا دیگه چی بگم من؟ باشه آها ببین ماما الان یه دونه گربه پخش شده بود رو زمین یه 20 متر اونورترش هم دل رودش ریخته بود دیدیش؟ وای روده زده بیرون؟ چی؟ دانیال؟ خدا نکنه بابا جان گربه چرا دیگه به من گفتی عزیز من حال منو به هم زدی؟ یه آدرس درست حسابی بگو آخه رودم شد آدرس آها ماما الان یه دونه از این وانتا دیدم آبی گنده است رو باکش نوشته و چی کمون دیدیش خب وانت آبی نه من دیدم نه عزیز من اون که مینی بوسه اون مینی بوسه اون کامیون آفاق چه فرق میکنه یا مینی بوس یا کامیون هم بزرگن دیگه وانت که نیست خب دیگه چی میبینی دیگه آسفالت میبینم هوا رو میبینم یه رستورانم الو الو ماما الو دانیال ماما الو قد شد دوباره بگی اینجا آنتنش میده دو فس لی خوشه و خدا وچیم
و نویل دو فصل دو فصلی خوشه و خدا بچی و نویل دو فصل دو بودی؟ چی؟ چی من بودم؟ به جون تو باز یه صدایی اومد تو ماشین. تو خیالات برات داشته بند کردی به من. سعدی رانندگی تو بکنه عزیز من. میگم به جون اردشی من اشتباه نمی‌کنم. یه صدایی میاد از تو ماشین. بعد چرا من نمی‌شنوم؟ چه می‌دونم ولی لاستی که ندی. بزنم کنار ببینم صدا. کنار بر چی می‌زنی؟ سعدی عزیز من. عزیز من دیرمون میشه سعدی. ساعتو نگاه کن. خب باشه میریم بابا. بزنم ماشین ایراد پیدا کردی. چی شد؟ صدا اومد؟ به جونه تو من صدا میشنم و میگم صدا میاد. خیالات برد داشته. میگه خیالات برد داشته. مگه من مرض دارم؟ مگه من به جونه تو این چیه؟ گاز گرفت. به جونه تو گربه است. گاز گرفت میگم. برو بابا بهلمون با گربه است. میگم گربه است. چی چی رو گربه است؟ صبر کن ببینم. پیشه؟ گاز گیره زب بیا چیه؟ به این میگن آچار کلاغی. دستت رفته این لا ببین اینجوری ببین. یعنی سرصدا مال آره این بود؟ آره همین آره سرصدا مال تو مطمئنی؟ مطمئن بیا خیلی خوب بیا بریم تا کامیون ماره نزده سوار شو بریم سرصدا سرصدا ها بمونی اینقدر میگیده موبایلیز آخ چقدر موبایلیز آخ ببین نپرسیدی ازش کجا رفته چرا رفته با کی رفته یادم رفت خواستم بپرسم یادم رفت داداش بزن کنار چرا اینجا فایده نداره که باعث منتظرشیم برسن دیگه منتظری کیا میخواییم بشیم اردشی رو دانیال دیگه ای بابا دانیاله سارا یه دقیقه حرف نزن خب منم از شما نگرانم دیگه لای من حناق بگیرم از دست همه شما راحت بشم مامان میگم میدونی حالا قضیه چیه اوک آفاق با هم هم بزن کنار این اصلا من گرفتارتره دیگه بزن دیگه داداش ما رو مامو حالا ماشین چه رنگیه نکمه دادی به جای نکمه دادی یه زنگ بزن به اردشیر ببین کجاست اراس میگه خلاص رو بفکر خودم نرسید من زنگ میزنم بابا زنگ نزنی عزیز من زنگ نزن اگه من میخواستم بابا بفهمه ما اینجا منتظریم خودم زنگ میزدم آفاق اردشیر برای چی نباید بدونه ها قضیه چیه چی ده بابا یک کلوم به اون بگو خلاص دیگه بلکن داداشه من ببینم اومد نه اومد ما را آورده اینجا اثر کرده معلوم هست چی به چیه ماما نوش بدادی نوش بدادی کو نه نه بستا آقا بستا بزا چلوشو میگیره بیا بفرمایید این کچله که آقا شرمنده ببخشید این دختر من فوررنگی داره یعنی همون باباغوری خودمون اینی که دیگه اشتباه گرفت شما خانم دقت کنین دیگه وسط جاده ما رو علاف خودتون کردین توهین هم داری میکنی آقا رد میشین برین یه فیلیپینی بزنم فاش میشین وسط جاده انگاری ما یه چیزی هم به شما بده کار شما بابا بگیر آقا بگیرش من ببینم بیا دیگه آقا مادرم از واسه بده ببینه ما دیگه بیا رو میخوام نوش بدادی میفایسته وسط جاده بابا جان دعوا چرا میکنه با مردم آخه حقشه میزنم تو مشکل همه رو بخواست بگیری بزنیم مادر من بله میگم صدری جون اگه یه عدهشون جا بزنن و چکاشون رو نفروشن
چیکار باید بکنی؟ میفروشن میفروشن خوشگلم میفروشن بابا. فوتویی که سرسخت‌ترینش بود الان شریک ماست. اون که بگه بفروشید همه دنبالش راه میفتن. میفروشن خوشگلش هم میفروشن. اجید تو اخ من اینه یه دفعه گوش اومده گیج شدم. قربون اون گوش برم من عاشق بویم پولا هم بول لجن میدن. بارون اومده همشون نم کشیدن. من عاشق این بوام، عاشق این نمشم. چه نم کشیده باشه چه نم نکشیده باشه جانم فدای این پول. جانم آخ 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 میگم وردشی چه فلاکتی من کشیدم واسه این پولا. به جون تو وردشی اینا زن بچه تو نیستن؟ چرا صدری خودشونه؟ باید کنم گازشو بگیرم برم؟ نه ببین برگرد برگرد. کجا برگردم بابا؟ این یارو دید خلقتی منو دید چشاش چیزه بگیر. اونجا چی کار میکنم؟ چه میدونم؟ سلام آفا خانم. خوبی عمو جان؟ سلام. چطوری آقا یونس؟ سلام تو رزقا. سلام خلقت. سلام پیادش. مگه کریم آقای اردشیر خان میگه پیاده شو. چش سلام علیکم. هیچ کی حرف نزد ها، فقط خودم حرف میزنم. ما که چیزی نگفتیم ماما. راست میگه دیگه. چی شده آفا؟ لشکر آوردی اینجا چی کار میکنی؟ در صندوق عقبو باز کن. مثل این مامورای راهنمایی رانندگی حرف میزنی بابا. من که خلافی نکردم. خدا بد نده آفا خانم اتفاقی افتاده؟ گفتم درو باز کن. باز نمیشه خرابه. من با شما نیستم. درو باز کن اردشی. آفا صدری گفت در صندوق عقب خرابه باز نمیشه. برو امتحان کن. سویچ صدری. سویچ. اون سویچه به من بده. بفرم بفرم. تو اینجا چه غلطی میکنی؟ گفتم سر صداست. بس این سر صدا مال توست. آی وای چی شده؟ کجا داری میری؟ آقا سر چی کارش داری؟ کجا داری میری چیه؟ موهاش که نریخته داره میگه ریخ. معلومه دیگه. چه خبره؟ من نمیفهمم اصلا چه خبره. آفاق من بهت میگم ولی نمیخوام کسی دیگه حرفمونو بشنوه. آه نباشه؟ مامان سارا یونس میرین تو ماشین تا من برگردم. به ما که رسید غریبه شدیم میریم تو ماشین. اگه قرار بود بریم تو ماشین برای چی اصلا اومدیم؟ راست میگه دیگه. ما میخوایم بدونیم بعد ما هم بگیم. یعنی بفر تو فضوله نکن. اینا دو تا زن شوهرن میخوان چهار کلمه صحبت بکنن. آره مادر من بریم قربونت برم. بریم من خودم میام. بریم من با شوهر تنها صحبت بکنم. داشتم بهت میگفت. ببین آفاق تو چیکار دوباره برگشتی که مادر من که؟ آخه من اینجا لیرکسم خانم. خب من میدونم شما تو ماشین ریلکس داری. بابا جان با همه تونم میرین تو ماشین میشینین تا زمانی که من حرف نزدم نمیایین پایین. خب دیگه چی برو برو بابا. برو به سلامت. بریم به سلامت. منم برم خصوصیه. نه 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 کجا، ما حرف خصوصی نداریم که. شما مثل اعضای خانواده ما. من میخوام بفهمم که شما و اردشیر توی لباسو چی کار داشتی؟ ببین آفا خانم، من صدری اومده بودیم دنبال کار فوتویی رو بگیریم. خب فوتویی یه سال پیش بابت خرج عروسی یه نفر یه چک گرفته بود. چک واخواست در اومده بود. ما بودیم دنبالش. درسته؟ درسته بله، کاملا درست. اینقدر دروغ نگو اردشیر. آفا خانم من شاهدم. درست میگن. چی شاهدم؟ اصلا شما برای چی اینجا وایسادی؟ شما میخواین با شوهر خودم خصوصی صحبت بکنم. خودی شما گفتین وایسادی. نه آقا من کی گفتم؟ چرا شما گفت دروغ نگو دیگه. کی دروغو خودتی ها؟ خیلی خوب خیلی خوب. حرف بزن. حرف بزن. ببینین بابا من اینو برداشتم بگوین بی صاحب بنزین دیگه بابا آتیش گرفتیم. چی شدی؟ چی شد؟ بنزین بود بابا اون. حرف بزن. ببین آفا فوتوی زامن شده بود ما از یه بنده خدایی یه مقدار پول قرض کنیم. همون شد رب. همین الان اینی که گفتی راستش بود؟ چرا نمیگی با اون عمو فوتوی دستتون توی کاسه است؟ اینا رو چرا بهش نمیگی؟ کاسه کدومه؟ چرا دریوری حرف میزنی؟ دریوری؟ حالا بذار آقا جون خوب بهت بگم، من تمام جیکاپوکاتون رو شنیدم. فهمیدی مامان؟ خب اون روز که من اومدم گفتم منو دزدیدن، بابا زد تو گوشم کتمان کرد. اون آدمای فوتویی بودن. به خود بابام زنگ زده بودم این به رو خودش نیورد. آره. باشم اینو فوتویی دستش توی کاسه دارن یه کارایی میکنن. خیلی آفرین. دیگه تو برو تو ماشین تا من بیام. آفرین برو. نه به تو اعتمادی نیست. همینجا وای میسی صدات هم در نمیاد. دانیال اگر ببینم حرفی زدی چی؟ بردنه میدونم. آفرین که اینقدر باشوری. برو مادر من. ببین دانیال
هر کی ازت چیزی پرسید بگو نمیدونم. این قضیه نباید درس پیدا کنه ها. واقعا چه؟ برو اردشی، برای بار آخر دارم بهت میگم، بگو جریان چیه. آفاق، میخوام راستشو بهت بگم. خب بگو دیگه. من تا دوست دارم خیلی آروم باشی. خب بگو آرومم. خالقزی ریلکس بشی. ببین بیا اینجا، من میخوام یه چیزی بهت نشون بدم. کجا؟ بیا تو بشی. بیا. آفاق چی؟ من تو این مدت عذابت دادم، میدونم از دست من عصبانی هستی، اینو باید من زودتر از اینا بهت گفتم. ببین آفاق، ما ورشکست نشدیم، همه پولامون سر جاشه. یه جای خیلی خوب قایم کرده بودم که آب از آسیاب بیفته. تنها کاری که کردم تمام پولا رو تبدیل به دلار کردم. نگاه کن. ببین آفاق، این یه بسته 100 دلاریه. نگاهش کن. ببین اگه تو یه خود سب کنی ما صاحب چند میلیارد پول میشیم، حتی توپ هم نمیتونه ما رو داغون کنه. متواد سب کنی. آفاق چیه؟ چرا اونجا نگاه میکنی؟ باورت نمیشه؟ باور کن، حقیقت داره، این پولا مال ماست. آفاق ما برمیگردیم به زندگی سابق خودمون. آفاق کجا؟ باست آفاق. ببین اردشیر، اگر تمام این مدت با دار و ندارت ساختم، با کم و زیاد زندگی کردم، فقط به خاطر این بود که فکر میکردم آدم درستی هستی. اما از این لحظه به بعد حتی یک ثانیه هم تو زندگی نمیمونم، حتی یک ثانیه. آفا برو کن جایی، برو آقا. زنم این بود زنه؟ به جون خودم اگه الان نرف شهر خبردار کنیم، من اسمم عوض میکنم. حالا ببینی دهنتو ببند تورج. بابا زنها همهشون سرتا یک کرباسن، خوبه بدم نداره، او طلاقش بده بره دیگه. مزخرف نگو، وگرنه خفت میکنم. چطور تو ببند میکنی زنته طلاق بده؟ اون وقت من نمیتونم اینو به تو بگم. زنتو با آفاق مقایسه نکن، وگرنه قاطی کنم کارت از ست میدم. خب بابا طلاقش نده، اصلا به من چه؟ اون با این وضع خودش طلاقشو میخواد. حالا میبینی بریم دیگه. بابا این قنبرک زدی کنار جاده که چی بشه؟ من تو هم بخوام تصمیم بگیرن کاری بکنم، ما چه کارو خریدیم و رفتیم. بیا برو سوارشو بریم. سجی چه؟ همه چی خراب شد. تقصیر خودت دیگه. اگه یه ذره اون حواست رو جمع کرده بودی، این پسر ناقص و عقلت نمیتونست این همه صندوق عقب قایم بشه. عجب مارمولکی این پسره. باز چیه فوتوی؟ چرا اینقدر طول کشید؟ کجا این شما پس؟ به جونتون یه مشکل کوچیک پیش اومد. ما تا نیم ساعت دیگه اونجایی. بابا قرار بود اینا تک تک بیان و برن. انقدر لفتش دادین، اینا الان جمع شدن دور هم دیگه دارن مشورت میکنن. باشه بابا، تا یه رب دیگه ما اونجاییم. ببین تا یه رب دیگه دیرتر بیا، اینا دیگه نمیشه اینا رو راضی کرد. تو سرشون رو گرم بکن، یه جوک برای شریف کن. آره یه جوک تعریف کن، ما اومدیم. خداحافظ. آقا حله. الان میرسم. من این حرف حالی نیست های فتویی، اگه تا 5 دقیقه دیگه نرسن زنگ میزنم بچه های بالا بیان. دیگه خسته شدیم آقا جون. این این بدبخت بیچاره ها زانوی غم بغل کردی که چی بشه اردشی؟ ببریم دیگه. من نمیام سجی، تو برو. بابا من تنها، من برم این فتویی شک میکنه. البته حقم داره، فکر میکنه یکی از ما یه موقع میریم سراغ پولا، پولا رو هپلو میکنیم. سوارشو بریم. بیا ببین، من باید برم خونه با آفا حرف بزنم. بابا من میرسونم دیگه، نگران نباش. برو سوارشو بریم بابا. بادو تو ماشینت آب داری؟ میخوای بخوری؟ نمیخوام، ببرم. تحمل کن تا خونه اتفاقی نمیفته. آفاق یه سوالی هست. چی نپرسی؟
اصلا سوال مال نپرس. خیلی خوب، یعنی حتی نپرسم خونه ما میری یا میری سوئی؟ سوئی چیه؟ سوئی دیگه مرد. من میخوام برم قصر خونه. میخوام بیام خونه شما. مادر اجازه میدی؟ دمت رو چشمم دختر جان، بیا خونه ما. هر چقدرم دلت می‌خواد بمون. اما اول به من بگو که چی شده. ای مادر من باید بعد از من نپرس. بابا مادرت میخواد بپرسه، بو نمیده که بابا اومده گرفته. در اون خانوادگی سوال نکن دیگه اینقدر. در اون خانوادگی پس منم بعد بدونم دیگه، منم در درون خانواده ام. بگو ماما. دانیال از دهن چیزی اومد بیرون، یه دونه نرو مادگی میام نیش و کرسی با هم دیگه جابجا بشن. خب مادر من حرف زدم. حالا گفته باشم. مادر ببین برمیخوره. چرا من نباید بدونم؟ لالمونی بگی. بابا تمومش کنید، میبینید که قاطی کرده الان عصبانیه. خب عصبانیه عصبانیه. من ندونم که دانیال اون پشت چی کار میکرده، برای چی با ارشل دعوا کرده، برای چی ما را کشونده آورده اینجا گرفتار کرده. سارا سارا من به تو نگفتم نپرس واسه چی دانیال اون پشته، واسه چی با ارشل دعوا کردن ما را کشونده آورده اینجا. ماما من دارم از شما میپرسم. آره. یه پردازی پرسی تو حالا سوال نکردی؟ نپرسیدم دایی. داداش بزن کنار. میخوای چی کار کنی؟ خودکشی میرم اینجا که دیگه از من هیچ کس سوال نکنه. هیچ کس. من تو الان داشتی رگباری ازش سوال میکردی، ما چیزی نگفتیم. تو نمیخواست حرف بزنی. من فرق میکنم، مادرشم. هیچ فرقی نمیکنه مادر من یا شما یا هر کس دیگه. هیچ کدوم حق ندارین سوال بکنین. اگر سوال بکنین سر میذارم به همین کوه بیا بود. ماما حالا دیگه تو ایریویری قهر کردن چی؟ من دارم میگم آتیش دارم میگیرم. حالا من میدونم تو داری آبرو شوهرتو نگران میداری، ولی آخرش که چی؟ همه میفهمن. همه چی میفهمن؟ دانیال تو رو خدا به منم بگو. راست میگی، قضیه چیه دانیال؟ بی خود منو وردنه نترسون. یه کلمه بهشون بگو چی شده. خلاص چی شده؟ چی شده؟ بده ببن، بده ببن. بیا بابا پسر نترس، حرفتو بزن. کیف خوردین؟ تیر که نخوردین؟ گلوله که نخوردین؟ چی داری میگی مادر من؟ ول کنین، سوال نکنین ازش. میبینید که حال روزش چیه؟ من کی سوال کردم؟ بازه در آوردیم، بیا سفرشو بریم. ببین داداش، ول کن. اگر رفتیم خونه دوست داشتی، حوصله‌شو داشتی به ما بگو، وگر نه هیچ کی سوال نمیکنه. نپرسینا. نه دیگه نمیپرسم مامان، بیا تو رو خوش. فقط آفا راستشو به من بگو، اگر زن دیگه گرفته به من بگو. بابا جان شما درست نمیشی آقا جان. من میرم به مدینه. غلط کردم، برو بالا. آخر سوال بکنین ان شاء الله. چقدر سوال؟ برو مادر من اون تو. برو تو. بابا بیا. شهرمون صد تا کوچه، تو هر کوچه صد تا خونه،